سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. کلیان امباپه و میسی در هفته‌های اخیر زوج فوق‌العاده‌ای را در ترکیب پاریس سن ژرمن تشکیل دادند. بارسا در دیدار خارج از خانه موفق شد با نتیجه 3-0 سویا را شکست بدهد. پیش از شروع فصل و حتی در هفته‌های ابتدایی اخبار و شایعات درباره بروز اختلافات در احکام پاریس سن ژرمن بین ستاره‌های بزرگ این تیم منتشر شد و به نظر رابطه خوب میان مثلث کلیان امباپه، میسی و نیمار وجود نداشت. اما در هفته‌های اخیر پاریس سن ژرمن اینقدر خوب نتیجه گرفت که دیگر نشان از این اخبار وجود ندارد. شب گذشته و در مسابقه‌ای که نیمار در ترکیب ثابت قرار نگرفت، باز هم کلیان امباپه و میسی درخشان ظاهر شدند. در دقیقه 21 این دیدار بود که میسی با حرکت پشت محوطه جریمه در سمت چپ کلیان امباپه را در موقعیت مناسب پیدا کرد. ستاره فرانسوی و جوان پاریس سن ژرمن نیز با ضربه زیبا و فنی از جناح چپ به زیبایی دروازه نانت را باز کرد و گل اول تیمش را در این دیدار به ثمر رساند. اما در اوایل نیمه دوم این بار ستاره آرژانتینی در سمت راست صاحب توپ شد و با یک پاس ارزی با زمینی کلیان امباپه را در مقابل دروازه پیدا کرد و این بازیکن به راحتی موفق شد گل دوم خود را وارد دروازه نانت کند و برتری پاریس سن ژرمن را دو برابر کند. جالب اینجاست که میسی در فصل جاری موفق به ارسال 6 پاس گل شده که 5 تا یا اون نصیب امباپه شده و بعد این ترتیب این مهاجم جوان در کنار نیمار با 7 گل در صدر جدول گلزنان لیگ فرانسه قرار دارد. به تردید زیباترین گل کلیان امباپه با پاس میسی چند هفته قبل در بازی برابر لیل به ثمر رسید. ستاره باهوش آرژانتینی چند ثانیه بعد از شروع مسابقه با یک پاس فوق‌العاده امباپه را در موقعیت تک به تک قرار داد. این بازیکن نیز با ضربه فنی توانست گل اول را به ثمر برساند. نیمار ستاره آماده این تیم در فصل جاری در این دیدار در ترکیب ثابت قرار نداشت و کریستوف گالتی مدعی شد به مهاجم برازیلی تیمش استراحت داده است. کریستوف گالتی گفت: یک نمایش درخشان در فضای فوق‌العاده را دادیم. همین گلزنی در دقایق ابتدایی باعث کاهش هیجان و تنش شد و وقتی پیش افتادیم توانستیم ریتم مسابقه را کنترل کنیم. این روند به ما اجازه داد که مدیریت زمان بازی را تقریبا به دست بگیریم. چند روز تا شروع لیگ قهرمانان باقی مانده است و مقابل نانت با برتری مهم دست پیدا کردیم. چش پیروزی و یک تساوی در ابتدای فصل ما خوب کار میکنیم و به گل‌های زیاد میرسیم که این باعث خوشحالی من است. وضعیت روحی بازیکنان بسیار خوب است. آنها تمایل زیاد به همکاری نزدیک با یکدیگر در زمین نشان میدهند. البته شرایط در لیگ قهرمانان به یک شکل دیگر است. من بازی یوونتوس مقابل فیورنتینا را تماشا کردم. شرایط آنها نیز شبیه وضعیت بود که ما تجربه کردیم. یوونتوس به حضور در لیگ قهرمانان عادت کرده است. ما باید تلاش زیاد کنیم و حتی اگر به دنبال گلزنی هستیم نیز باید از نظر دفاعی بسیار فشرده و نزدیک بمانیم. نیمکت نشینی نیمار روز جمعه در مورد این تصمیم با نیمار صحبت کردم. او با خستگی در دیدار مقابل تولوز در زمین حضور پیدا کرد و چند بار نیز با خطای بازیکنان حریف متوقف شده بود. من تصمیم گرفتم نیمار را روی نیمکت قرار دهم و هم به خوبی و با رفتار مناسب این موضوع را قبول کرد. در آخرین بازی شب دوم از هفته چهارم لالیگا دیشب بارسا میزبان خود سویا را با نتیجه 3-0 از پیش رو برداشت و 3 امتیاز دیگر به حساب خود در این فصل اضافه کرد. گل‌های رافینیا در دقیقه 21، روبرت لیواندوفسکی در دقیقه 36 و اریک گارسیا در دقیقه 50 زمینه‌ساز سومین پیروزی فصل کاتالان‌ها شدند تا این تیم ده امتیازی شود و با صعود به رده دوم جدول لالیگا اکنون نزدیک‌ترین تعقیب کننده ریال مادرید صدرنشین باشد. ژاوی هرناندز سرمربی بارسا در پایان بازی گفت: وقتی بر بازی مسلط شدیم سریعتر توپ را به حرکت درآوردیم و توانستیم خودمان را به سویا تحمیل کنیم. 20 دقیقه ابتدایی سویا بسیار خوب بود ولی پس از گل اول همه چیز به سود ما شد. در مجموع از بازی تیمم راضی هستم. بر بازی مسلط بودیم و شانس‌های گلزنی زیاد خلق کردیم. تیم حالا در بهترین شرایط خودش قرار دارد و پیروزی 3-0 در زمین سویا این ادعا را ثابت می‌کند. ژاوی ادامه داد: این یک نمایش بزرگ از تیم بود. پدری، گاوی و بوسکز در میانه زمین عالی بودند. بازی در مقاطع فیزیکی شد و هاپکا برای تسلط بر زمین بسیار خوب جنگیدند. نیمه اول در برخ دقایق 4-4-2 بازی کردیم چرا که یک مدافع برای مهار ایسکو به خط میانی اضافه میشد. درخشش عثمان دمبله. توانایی های دمبله را میشناسم و از او راضی هستم. از تعهد و تلاشش در درون زمین و سبکی که بازی میکند خوشم میآید. او هم در حمله تاثیرگذار است و هم در کارهای دفاعی مشارکت میکند. بازیکنان مثل دمبله میتوانند سرنوشت یک بازی را تعیین کند. نه فقط دمبله که حالا در تیمم چند بازیکن سرنوشت ساز دارم. بازیکنانی که هر لحظه میتوانند نتیجه را عوض کنند. از این بابت بسیار خوشحالم. درخشش مجدد لیواندوفسکی. او اطمینان بخش تیم در خط حمله است و با گلزنی هایش کار ما را ساده می کند. تاثیرگذاری لیواندوفسکی در زمین بسیار بالاست و نه تنها در حمله که در کارهای دفاعی نیز کمک می کند. او یک گلگوی تمام عیار است. گلزنی ریک گارسیا در تمرینات او گلزنی کرده بود و می دانستم اگر روی ضربات اسکاهی پیش بیاید گل خواهد زد. گل که ریک زد نتیجه یک کار تاکتیکی و تمرین شده بود. دیشب گل اول بازی را رافینیا بال برازیلی جدید بارسا به ثمر رساند. رافینیا در پایان بازی گفت: بازی سخت بود ولی سعی کردیم برنامه‌های تاکتیکی خودمان را به سویا تحمیل کنیم. این برای رسیدن به پیروزی بسیار مهم بود. ما تیم هستیم که همیشه دوست داریم مالک توپ و میدان باشیم. انگیزه بالای برای پیروزی داشتیم و هجومی کار کردیم. این گونه بود که پیروز شدیم. رافینیا ادامه داد: لالگا طولانی است و هنوز راه دراز تا پایان فصل داریم، اما کسب پیروزی در هفته‌های ابتدایی اهمیت بالایی دارد. خیلی خوشحالیم ولی هنوز در ابتدای راهیم. این تازه شروع کارم در بارسلونا است و بازی به بازی با شناخت بیشتر از تیم‌هایم بهتر خواهم شد. گل امشبم را به خانواده‌ام تقدیم می‌کنم، به همسرم و کسانی که همیشه حامی من بودند. این گل تقدیم به آنها. روبرت لیواندوفسکی یک گل مقابل سویا به ثمر رساند. سناریو یک گل دیگر را کلید زد و یک بار دیگر در خط حمله درخشان ظاهر شد.
آنهایی که معتقد بودند این ستاره لهستانی در این سن و سال به درد بارسا نمیخورد حالا سکوت کردند. روبرت لیواندوسکی همان طوری که فصل به فصل در باید مونیخ موفق ظاهر میشد، در بارسا نیز در مسیر شکستن تمام رکوردهای گلزنی است. به نظر میرسد که در بارسا نیز به رکوردهای بزرگ خواهد رسید، زیرا قدرت خود را حفظ کرده و دوباره در این فصل نشان داد که همچنان برای گلزنی استعداد خاص و فوق‌العاده‌ای دارد. بارسلونا که فصل را خوب شروع کرده، شب گذشته و در دیدار دشوار در ورزشگاه سانچز پیزخوان، سویای تحت هدایت خون لوپتگی را با 3 گل و نمایش مقتدرانه شکست داد تا ثابت کند تا پایان فصل در رقابت برای فتح لالیگا پاس نخواهد کشید. اما ستاره بارسا در این دیدار لیواندوفسکی بود که با زیبایی و در نیمه اول قفل دروازه سویا را شکست و زمینه ساز گل‌های بعدی و این پیروزی درخشان در ورزشگاه همیشه دشوار برای کاتالان‌ها لقب گرفت. مقاومت سویا بعد در ششمین تقابل با لیواندوفسکی بالاخره شکست و این تلسم عجیب نیز باطل شد. گل جذابی که ماهیت یک مهاجم قاتل در محوطه جریمه را نشان می‌دهد. در دقیقه 36 لیواندوفسکی از دست دو مدافع مرکزی سویا خلاص شد. یک پاس دقیقه ژول کونده دریافت کرد، استاپ سینا کرد و در لحظه‌ای که زمان متوقف شد بونو را شکست داد. گل فوق‌العاده‌ای که پنجمین گل لیواندوفسکی در 4 بازی در لیگ بود و با ضربه مهار نشدنی حاصل شد. روبرت در حال حاضر در کنار ایگو آسپاس از سلتا ویگو بهترین گلزنان لالیگا است. او دو گل بیشتر از بنزما زده و البته به نظر می‌رسد این نبرد در بالاترین سطح در طول این فصل با ستاره فرانسوی رئال مادرید ادامه خواهد داشت. روبرت لیواندوفسکی به خوبی می‌داند که چگونه در نقاط مهم و کلیدی زمین حریف حرکت کرده با هافکای تیم همکاری داشته باشد و برای هم تیم‌هایش فضا ایجاد کند. همچنین در ادامه لیواندوفسکی باز هم فرصت خوب برای گلزنی داشت، اما ضربه فنی و چیپ این بازیکن با عکس العمل بونو همراه شد و روی ریباند این رافینیا دیگر ستاره جدید بارسا بود که دروازه حریف را باز کرد. روبرت لیواندوفسکی علیرغم درخشش توصیف ناپذیر در یک دهه اخیر هنوز موفق به فتح توپ طلا نشده و همیشه قافیه را به میسی و کریستیانو رونالدو باخته است. حالا نیست که نوبت درخشش کریم بنزما شده، اما شاید ادامه این روند باعث شود سال دیگر بالاخره این تلسم نیز برای این فوق ستاره لهستانی باطل شود. همچنین این مهاجم لهستانی در نیمه دوم فرصت داشت یک بار دیگر نیز دروازه سویا را باز کند، اما این بار ضربه روبرت لیواندوفسکی با واکنش دروازه مراکشی سویا مواجه شد و توپ در نهایت به کرنر رفت. سویا نیز دیگر حریف شکست ناپذیر برای ستاره نیست که حالا به دنبال درخشش در روز چهارشنبه و در لیگ قهرمانان با پیراهن بارسلونا است. فراموش نکنید لیواندوفسکی بازیکن سری ناپذیر است و هیچ چیزی نمیتواند او را متوقف کند، نه رقبا، نه سن و سال، نه هیچ کس، زیرا او هنوز خیلی خوب است و کیفیت بالایی دارد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.